سه روز از درگذشت هدی صابر زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که در اعتراض به شهادت حالی صحابی اعتصاب قضا کرده بود در حالی می‌گذرد که روز گذشته 64 تن از زندانیان سیاسی این بند با انتشار شهادت نامه‌ای شهادت دادند بر تمامی مظالمی که بر هدی صابر رفته است. آنها شهادت دادند که هدی صابر در آخرین لحظات زندگی خود توسط مأمورانی که لباس بهداری زندان اوین را پوشیده بودند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با فریده جمشیدی، همسر هدی صابر از تهران. خانم جمشیدی، به عنوان اولین سوال، دلیل حضور آقای هدی صابر در زندان در یک سال اخیر چی بود؟ زنا آقای صابر تاریخ 2/5/89 بازداشتشون کردن و چه اونجایی که من اطلاع دارم بدون هیچ گونه حکمی که این یک سال اخیر در زندان بودن، حدود 10 روز بودش که برای فوت مرحوم معالف اضافه شهابی و شهادت دخترش اعتصاب قضا کرده بودن و اعتصاب قضا را به زندان اعلام کرده بودن. دوی روز شهادتشون که بعد میشه کمبندی ها اعلام کردن میبرنشون به بسیاری بکنن که یکی مورد درستان قرار میگیرن و اینو به شهادت 64 تن از همبندی های آقای صابر در بند 350 زندان اوین من میگم. آقای صابر سابقه بیماری خاصی داشتند؟ نه خوده هیچ اونگاه آقای صابر بیماری نداشتن. الان جواب مسئولان به شما چی بوده؟ گویا کالبوچه کافی انجام شد، آیا جواب خاصی به شما دادن؟ مسئولان که ما از طریق سایت ها و تلفن اینو ما متوجه شدیم آقای صابر فوت کردن. مسئول هیچی، فقط بیمارستان گفتی سیته کرده و کالو چکاتی هم که هنوز جواب نهایی رو حدود چند هفته دیگه گفتن میده. ولی دیروز یه برگه ای در اومده همون که اطلاع دیدیم 64 نفر شهادت دادن که آقای صابر رو به شدت کتاب زدن و به هر حال اگه سوسی بوده و هستی بوده من مسئول زندان رو مسئول میدونم، چون که آقای صابر بیله بهداری و بیمارستان رسونده ترسونده بودن یه همچین مسئله پیش نیومد، چون که آقای صابر در اشارت زندان بودن و اعلام هم کرده بودن که اتصال قضا هستن مسئولی فقط زندان هست. شما شکایتی یا پیگیری خاصی تا به این لحظه انجام دادید؟ والا از همون روز اول من به قاضی چیزی که مراجعه کردم برای این که رسیدگی رو کنم به موضوع، اونجا من شکایتی کردم به همراه وکیل آقا صابر و در حال حاضرم یه شکایت دوم نفر که این مسئله رو تصدیح کرد که آقا صابر نیروی زرداشم خرم گرفته هم دادش تنظیم می کنم و از قوه قضایی سریعا خواسته رو لس بگیره هر که سریع تره وضعیت آقای صابر هستم که ببینم که خون آقای صابر خون مردم مالا همسرم برای چی به این طورم های مال شده و حتی من اطلاع نبدن که آقای صابر در این مورستانی که من و فرزن برم بتونیم لحظه آره خواهد آقای صابر ملاقات داشته باشیم. از تمامی نهادهای بین‌المللی خواسته رسیدگی هر که سریع تره به موضوع هستم.